سلام لاله جان، خوب هستی؟ سلام علیکم، سلام به شما و تمام بیننده ها و دوست ها. سلام و احترامات خود تقدیم میکنیم. این جانب میرد رد مسکونی قریه کارنده ولسوالی کلکان و ولایت کابل میباشم. یک تن از باغدارانه که دمیسای کارنده زندگی میکنیم. این منطقه حاصلات زراعتیش چیه و از لحاظ میوه‌جات چی داره؟ حاصلات زراعتی از این اکثرا باغای تاکیست تاکستان است دیگه. حاصلات کشتزدار چی هم دارن؟ گندم اینه میگه پا دیگه. دار درخت و قدر کمتر است، اکثرا تاکاست و همین کشتکار گندم اینه میگه پا را این مردم میکنن دیگه. نسبت خوشسالی کشتکارات هم نسبت به هر سال کم است، کم شده دیگه. همین چه های عمیق است که اینه میبه سر تیل و اینه مشکلات که مردم داره دیگه. به خاطر یک ذره کمبودی آب است، آب چیز است دیگه. این مصیبت هایی که جالن امسال همین منطقه را دیمی سر تا سر بسیار سایه را در بر گرفته. این جاله زد این قسمی خودتان میبینه که چیزی نمانده در این تاکا، که تا یک برگ هم نمانده بود. این چند روز یک آن برگ و یک پارا کشیده و دیگه انگورش هم این چیزی دادست نامد و نمیاد. اما منشه جاله نابو ساخت و خاک یک سان ساختش. خود از امی ولسوالی امی چه شده یا نه؟ بیرون از این ولسوالی هم امی تاکای انگور و چیزار خراب کرد؟ بیرون از این ولسوالی هم بازی بازی است. اکثرا امی ولسوالی که مربوط امی قریه کارنده مربوط کلکان میشه کتر قریه جاتای دوردست هم است که به نام قریه صوفیای کارنده یاد میشه و ایجا خود کارنده تا امی قسمت هایی که امی مدرسه کارنده است امی خط امی سایه را مطلق گرفت و در او طرف سایات که مربوط به ولسوالی میری بچه کتا میشه اوجا کمتر است نسبتا به ولسوالی کلکان و اوجا را کمتر گرفته. یکی دو قریه را کم کمش امی کل زورگی جاله و امی سایه خصوصا کارنده را دیگه که بسیار زیاد خرابی شده در میسایی کارنده زیاد خراب شده تا که دیگه ولسوالی میر بچه کت یکی دو قریه شاید شامل شد بسیار کم. این جای پیش از این که چای عمیق داشته باشه فکر کنم کاریز داشته نه؟ کاریزها رو ما او طرف دید و منطقه کاریزها پیش از این او خوب داشت؟ پیش از این او کاریز بسیار خوب خواهمی کاریزها بوده مجموع سالای بارندگی بود، سالای بود که آب فریمان بود. این منابع این مناطق فقط این کاریزا بود منابع آبش. این حال سال در سال که شد خوشسالی شد این کاریزا کمتر شد تا به خوش شدن مواجه شد و دیگه حال اکثر از این چاهای عمیقی که هر جای آفر کردن زدن از این استفاده میکنن که وساب تیل و گپا ماشین هاست که توسط ماشین بازی کسا افتوی و گپا رو بند کردن دیگه. کاریز ها از من رفت خوش شدن و قسمی که نشان دادم بخشتون کاریز خوش شد تقریبا بسیار یک هوا تقریبا 6-7-8 دن جوی داشت که فصل زمستان 24 ساعت نموت روان بود که از امی باقایی هم که میبینه که تمام شا بیاری میشد و در زمنش کشتزاری هم که مردم میکد گندم همسال از این باز شده دیگه تمامانش از امی کاریز ها بود که آبش تامین میشد. این حالا فعلا آب کاریز به کلی نیست، فقط مردم مشکلات همی حیاتی همین حیاتی که ما میبینیم یا شما میبینین همین حیات که باغ انگور از یک خانه یا بله همین حیات از یک خانه او طرفیش از کی؟ او طرف دیگه از کس دیگه از باز همین دیوارهایی را که میبینین چهار دیوالی شده هر کدام از این مستقل است از هر نفر به این شکل اونو باغ طرف او توشونم کس هم اون از کس دیگه است که جاله داده بود. این می آیاتی که چهار طرفی که فعلا نه در تصویر شماست از یک نفر است که از خود ماست. از خود شماست. سالانه شما چقدر زمین جایید داشتین از انگور؟ سالانه دیگه مختلف بود، فرق میکرد در حدود هم آخرینش تا 2.5 لک روپر هم 2.5 لک افغانی هم میشد از زمین که بعد وقتان اگر این سال هم نسبت به یک انگور سالم درسته که داشت و اضافه انگوری که داشت امکان داره که در حدود 250,000 افغانی به می اندازم انگور شایدش میکنه. این انگوری که شما یالی امسال مگنی خراب شده یالی همین کسایی که این شما صاحب شدستین غیر از دیگه چه حاصلات دارین؟ امسال که از بین رفت دیگه کدام دیگه هیچ دستاوردی هستن؟ دیگه هیچ کدام دستاوردی نیست دیگه غیر از امی خواه ما دیگه کدام
باغ دیگه کام زمین دیگه هیچ چیز نیست، فقط امید پروردگار اینمی بود که تمام من خرج مصارفی رام کردیم و آماده تقریبا دو ماه دیگه فقط بود که دو ماه بی به فروش میرسید، تکمیل کارشم تکمیل شده بود. دیگه بستر همی جاله یا آفت آسمانی بود که بلای آسمانی از نابود شد از بینده دیگه. فعلا دیگه کامچی دیگه در بار خدا دیگه از موقع کدام آیه دیگه کدام کاری کدام شغلی کدام وظیفه هم نیست، فقط همه تو بیکار بست. شما سالانه که ایره مفروختین ای انگور دمی کابل روان میکردین یا نه بیرون از کابل هم جاهای دیگه هم به فروش میرسید؟ ای انگور همی تجاره ای که ما از این وطن های ما هستن و بدن فعلا هم هستن بازی از ما خریداری میکردن، تجاره باز پاکستان روان میکردن. خب اینا رو پاکستان میبردن؟ آه پاکستان میبردن دیگه، جای دیگه نمیره، فقط همی انگور شمالی طرف پاکستان همی تجارا روان میکنن دیگه. از ما باز تجارا خریداری میکنن، تجارا خودشان باز مستقیما به کشورهای پاکستان و باز اگه مشکلات راه نباشه به هندوستان هم روان میشد انگورو دیگه، زیادترش پاکستان میره انگور. خب فعلا یا لکن دمی وضعیت میبینی میرم کس میخره؟ والا نه دیگه چیزی نمونده، نه قصه تنوز مشتری نامده که به می حالت چه بگم ما خیر میخریم. نه به این خواهی چه حاضر نیست، به خاطر از اینکه یک خوشی هم که مونده این متضرر شده و نمیبینی که گنده شده خوش شده از این استفاده نمیشه. ما که به تجار انگور ما فروختیم انگور سالم صفا انگور منظم بود، هر سال که بدین از اینکه جاله یا کنم عوارض دیگه داشته باشه این انگور را خود تجار به هیچ وجه نمیخرن دیگه، به خاطر از اینکه خود از خرید نیست، یعنی قسم خودتان نمیبینید تصویرتان است، چشم سر ما شما میبینید که چیزی دیگه تو نمانده که قابل استفاده باشه یا تجاری را بخره، تجار به هیچ نمانده. مردم اینجا غیر انگور دیگه باغ چی داره؟ غیر باغ انگور دیگه ایجا تو باغ چی دیگه از نیوی سه نه 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 است زردالو تو که نزبی کدام در کان باغ یک پنج تا داتا باشه، قسمه که در طرف کوبنده باغای سه بس مثلا دار درخت گیلاس هست و منسال از او نوای مختلف میواجات کس در اینجا باز اوتو نیست، اینجا اکثرا تاک است، همین تاک که میبینی تاک انگور است چایل است، این همی سای منطقه ولسوالی کلکان مکمل کلش انگور است. نگه غیر از این باغداری مثلا کم کم اما تو میشنم که اینجا فارم مایی و چیزا هم رواج شده، چطور رواج شده؟ نه فارم مایی دیگه این همی جا تقریبا یکی دو سه سال میشه چقدر این همی منطقه هست یک فارم مایی که همی دوستا اشکار میکنن دیگه، یک فارم مایی خواه اما تو فعلا فعال اما دیگه است. بیشتر از رواج نشده؟ بیشتر از تا فعلا دیگه جای دیگه نیست، یک منطقه یک جای است یک باغ است، اونو میجا دو سه سال شد که همی فارم مایی است که از همو استفاده میکنن دیگه جای نیست. ها کدام گفتنی داشته باشی کمریز مون در خدمت زنده و سلامت باشی بخیر باشی دیگه، تشکر از اینکه زحمت کشیده ایجا اومدی با ما صحبت کردی، یک جهان سپاس. سلامت باشی، تشکر.